بیانیه مطبوعاتی استران استیونسون رئیس هیئت رسمی پارلمان اتحادیه اروپا در سفر به عراق. پارلمان اروپا، هیئت رابطه با عراق، رئیس هیئت، بیانیه مطبوعاتی، 6 می 2011، 16 اردیبهشت 1390. فراخان به آرامش در اشرف در دوران دستیابی به یک راه حل دراز مدت. در پی بازگشتم از یک مأموریت سطح بالا در عراق در هفته گذشته، به درخواست نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد در عراق ادمیرال کر، به فوریت در روز چهارشنبه 4 می 2011، 14 اردیبهشت 1390، با خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب مقاومت ایران و نمایندگان رسمی ساکنان اشرف در خارج از عراق در مقر ایشان در پاریس ملاقات کردم. به عنوان رئیس گروه پارلمانی رابطه با عراق در رأس هیئت پارلمانی، از 26 تا 29 آوریل از عراق بازدید کردم و با مقامات ارشد ملل متحد، ایالات متحده و عراقی ملاقات کردم. دولت عراق آشکارا مانع دیدار ما از کمپ اشرف شد. در اشرف یک جنایت بین المللی به شکل قتل عام 35 شهروند غیر مسلح همراه با مجروح کردن صدها تن دیگر توسط نیروهای نظامی و امنیتی عراق در روز 8 آوریل به وقوع پیوسته است. یک تحقیقات مستقل بین المللی بایستی انجام شود و کسانی که این جنایات را مرتکب شدند باید به عدالت سپرده شوند. همکارانم و من در بحث‌های من در بغداد روشن ساختیم که برای جلوگیری از خونریزی و یک خشونت دیگر، ما آماده ایم یک راه حل دراز مدت مسالمت‌آمیز بر اساس مذاکرات با تمام طرف‌های دست‌اندرکار ارائه کنیم، با قبول اینکه ساکنان اشرف برای همیشه در عراق نمی‌مانند و اینکه برای رفتن به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا مورد مساعدت قرار بگیرند. من خانم رجوی و نمایندگان 3400 تن ساکنان اشرف را مطلع کردم که با همکارانم در حال بررسی و آماده کردن یک طرح واقعی و عملی برای انتقال ساکنان اشرف به کشورهای ثالث هستیم و من امیدوارم که این راه حل در 11 می، سه‌شنبه 21 اردیبهشت ماه در استراسبورگ در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام شود. همچنان که در بیانیه مطبوعاتی صادره در اربیل در 29 آوریل 9 اردیبهشت اعلام کردم، ما می توانیم برای این کار بین اتحادیه اروپا، آمریکا، یونامی، کمیساریای عالی پناهندگان و سایرین شروع به میانجیگری کنیم. اما این کاملا مشروط به برآورده شدن موارد مشخص است. خارج شدن نیروهای عراقی از داخل اشرف، خاتمه دادن به محاصره اشرف، دسترسی فوری ساکنان اشرف به ویژه افرادی که به شدت مجروح شدند به خدمات پزشکی در بیمارستان‌های عمومی و کلینیک‌های خصوصی در عراق و یک تحقیقات مستقل درباره واقعی 8 آوریل 19 فروردین با حسابرسی از مسئولان قتل 35 شهروند غیر مسلح. جابجایی اجباری ساکنان اشرف در داخل عراق که توسط منابع مختلفی پیشنهاد شده و آمریکایی‌ها هم به آن اشاره کرده اند یک گزینه واقعی و پراتیک نیست و در عمل تنها می‌تواند زمینه‌ساز یک کشتار دیگر شود.
اگر نیت واقعی دولت عراق خروج اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از این کشور است که بیش از 20 سال در آن زندگی کرده اند، بهتر است به جای اعلام ضرب العجل هایی که هیچ کمکی به راه حل دائمی و مسالمت آمیز نمی کند، اقدامات و کمک های ضروری را برای اجرای راه حل هیئت پارلمان اروپا به عمل بیاورد. جابجایی اجباری 3400 پناهنده غیر مسلح، غیر قانونی و نقض استانداردهای ملل متحد و مقررات قانون بین الملل و قانون انسان دوستانه بین المللی است. در این حال یک ماه بعد از حمله، در شرایطی که نیروهای مسلح و زرهی عراق هنوز از خواب سپاری پیکرهای 35 قربانی در آرامگاه کمپ ممانعت می کنند، طرح کردن موضوع جابجایی تحت شعاع قرار دادن و سرپوش گذاشتن بر قتل عام 8 آوریل و زمین سازی برای یک حمله دیگر محسوب می شود. من امیدوارم بتوانیم هفته آینده یک پیشنهاد مشخص برای حل دراز مدت بحران اشرف به خانم رجوی و ساکنان اشرف ارائه کنیم. به دست آوردن توافق آنها در مورد پیشنهادی که به چند دهه رابطه آنها با اشرف که آن را خانه خود تلقی می کنند مربوط می شود، با چالش همراه خواهد بود. با این حال من و هیئت پارلمان اروپا آماده ایم در صورتی که صلح و وضعیت نرمال بتواند بلاد رنگ در کوتاه مدت به اشرف بازگردانده شود، در مسیر دستیابی به این هدف تلاش کنیم. به این معنا که همه طرفها آرامش خود را حفظ کنند و هیچ پیشدستی و تلاشی از سوی نیروهای عراقی و هیچ کس دیگر برای جابجایی اجباری ساکنان به مکان دیگری در عراق صورت نگیرد.